جناب سرگود کریمی، با عرض سلام و شب بخیر، بنده صدفان یکم امیدوار هستم. از طرف جناب سرهنگ معصومی تماس میگیرم. اگه تشریف دارید لطفاً گوشی رو بردارید. الو؟ الو؟ جناب سرگود؟ الو؟ سلام جناب سرگود، وقت بخیر. با همراهتون تماس گرفتیم، جوابگو نبودید. سلام، بفرمایید. موضوع قتل قربان. جناب سرهنگ فرمودن با شما تماس بگیریم و هماهنگی لازم به عمل بیاد. الو جناب سرگرد؟ الو؟ کجا اتفاق افتاده؟ آدرس رو براتون ارسال کردم قربان، رو همراهتون. باتون تماس میگیرم. بله قربان. ساعت نیم دو ساعت پیش میشه آقا اسمو سر زنده جرم حاضر شدیم عوامل صدا فهمانی آقایی هم اتفاده بودیم یا زرگو کریمی؟ بله سرکان هم راه هست خیلی خواست ماشی بفرد بسه نباشه چی شده؟ زهره فرار کرده؟ حالا موضوع یکم پیچیده است قربان. حدود ساعت 3 و نیم اعلام یک مورد تصادف کردم. وقتی به محل رسیدم، حد زدم موضوع مشکوکه. با مشورتی که با جناب سرهنگ انجام شد، فرمودن که با شما تماس بگیرم. هنوزم با گذشته این همه سال با دیدن جوونی که مرده حالم به هم می‌ریزه. خب این اتوبان هنوز کامل به بهره برداری نرسیده قربان. فقط ماشین اونایی که خونه‌هاشون این اطراف از اینجا رد میشه. اینجا ته اتوبان و سرعت زیاد نیست. این جوون نمیتونسته اینجا تصادفی به این شدت داشته باشه قربان. دفتر راهنمایی هستی؟ بله قربان. تو حدودی با مسائل جنایی آشنایی دارم. خوبه. بعد از تموم شدن کار بچه‌ها از به دستور مقام قضایی جنازه به پزشکی قانونی منتقل میشه. آره قربان. شما نمیخواید دنبال سرنخ بگردید؟ من اندازه کافی دیدم. الان باید برم چونه پیتزایی محلمون رو ببینم. قربان من فکر میکردم شما مسنتر از این باشید. گفتی اسم چی بود؟ امیدوار قربان. امیدوار تو به درد آگاهی میخوری هیچ میدونستی؟ ممنونم قربان. خداحافظ. داشتم قربان من گزارش هیئت کارشناسی رو کامل مطالعه کردم اما من اجازه بدید صحبت من تمام شد خانم ببخشید قربان ولی قبل از هر صحبتی لازمه بگم که تحقیقات من هنوز کامل نشده اون چیزی که از طرف من به شما ارائه داده شده کاملا ناقص قربان با وجودی که ناقصه اما قابل تحمله ما به وجود افسرانی مثل شما توی این اداره افتخار میکنیم من به شما تبریک میگم جناب صفوان یکم زکی پور ممنونم قربان به سلامت خدا نگهدار این برای؟ جانب سرگرد، یک اسمت قسم رو علکی برداشتن رو بردن اینجا بگنه ما کجا اینجا کجا؟ بکنه این یارو تو کجا بود نمیم چی کار کرده بود؟ بعد تو چی این بازی نکن در به در مگه نگفته بودم تو منطقه من پیدا داشتی؟ جانب سرگرد، بجون این سرگرد خلاف برزتون رسول اسمان، این تو میری دیگه از اون تو میری هم نیست میدونی تش چیه؟ ببرش جانب سرگرد، جانب سرگرد نه قربان به فضیل بیلی بانو افتاد جانب سرگرد سلام سلام
دست در نکنه. باز که خودتو بستی به قرص. میسوزه. یه درمونش باش. نمیشه. پرهیز میخواد که از خر شیطون پیاده شو. درمونش با من. این همه دختر خوب. برای سردرد چی داری؟ درمون میشی. تو به غیر زن دادن ما نسخه دیگه بلد نیستی؟ از وقتی که علت خانم عمرشو داد به شما هزار تا مرض گرفتم. چشام کپ پاش. کوکه خانم که اومد آب و ریخ رو آتیش. این زندگی جهنمی یه بایی بهش شد. میگفتم آخ دلم جوشونده میگفت. میگفتم قلبم گلباب زبون میگفت. مثلا تو چرا یه خودم به خودت نمیرسی منصور؟ رسیدم. شما به من نمیرسی. منظوری چیه؟ زخم اسنان عشر، اسید معده، پلیپ روده. تو این پرونده رو حل نشون. سه روز بهت مرخصی میدم. سه روز؟ اونم فقط چون خواهرزادمی. از طلب بودن پشیمان گشته. لطف فرموده ما رو مس کنید. شما یه زحمت بکش، یه مأمور راهنمای رانندگی واسه من درخواست کن. چشم. امر دیگه. دایی. قربان. قربان. یه صدفانی بود از بچه های بزرگ را. به اسم امیدوار. خیلی باهوش بود. اگه مأمور بشه به آگاهی خیلی میتونه کمکم کنه. اگه این مأمور رو بدم، چند روز پرونده رو میبندی؟ چیه؟ سفارش جدید رسیده؟ بلند میشی میری، یه دوش میگیری، لباس و آتم تنت میکنی؟ نوکرت هم دایی، شروع نکن. ببینم، به تو یاد ندادن رو حرف موافقت حرف نزنی؟ دایی، جناب سرهنگ، قربان، بازداشتم برام بزنی، من خواستگاری بیا نیستم، باجزه. پس تو میگی توی صحنه تصادف کشته شده؟ آره. ولی من تصور میکردم کشتنش بعد اونجا رهاش کرده. یه بند خود رو قبلا بازداشتش کردم. بازداشت؟ یه همچین حالتی. با آثاری که من روی دست و پاشیدم نشون میده که قبلا با طناب به یه جسم سنگینی بستنش. بعدم با ماشین بهش زدن و اردن انداختن اینجا. پس با این حساب جنایت با نیت قبلی انجام شد. حدودای ساعت دو نیم نصف شد. خودکشی که نبود؟ من یه نامردی میتونه رامین منو کشته باشه. پدر مادر مقتول کجا هستن؟ خارج از کشور. صلاح دیدیم کمی دیرتر خبرشون کنیم. آخه میدونی چی جور بگم؟ اونا از هم جدا شده. اون مرحوم با شما زندگی میکرد؟
این اواخر همش پلوی ما بود. قرار بود هفته آینده مراسم عروسیشون رو برگزار کنه. قرار بود کت شلوار دامادی بپوشه، نه کفن سفید. این بچه چطور میتونست دشمن داشته باشه؟ این حتی حاضرش به مورچه هم نمیرسید. اما متاسفانه به قتل رسیده. با هیچ کس بدنم، عهدی بدنم اصلا. این اواخر پیش نیامده بود در مورد موضوع خاصیت خیلی کوچیک باهاتون صحبت کنم. رامین بسیار بسیار پسر مؤدب و آرومی بود، خیلی منظم بود. یعنی باهاش دشمنی کردن؟ بسیار خوب، اگه به مورد خاصی برخورد کردین حتما با من تماس بگیرید، بازم بهتون تصدیه دیرم. با اجازه. ما کاری چی شما چیکار میکنی دیگه؟ آقا لازم نتیجه رو به من بگو فقط. چه دختم؟ آقا قضیه مهمه، آقا بعدم نگی چرا نگفتی آ؟ سرکار. بله قربان. جناب سرکار کریمی هنوز نیومدن؟ جناب سرکار فکر کنم ماموریتش بود آقا. مرخصی. جناب سرکار راستش یه قضیه بگو. بله. ببخشید با جناب سرگور کریمی کار داشتم. فرمایش. با خودشون کار دارم. بفرمایید. منتظر میمونم تا خودشون بیان. خانم محترم، من سرگور کریمی هستم. بفرمایید. صدفان یکم زکی پور از اداره راهنمایی هستم. مأمور هستم که با شما همکاری کنم. شما؟ قربان، من با زن جماعت نمیتونم کار کنم. قربان کار میکنی؟ پس با اجازتون من خودم از این پرونده میکشم بیرون. جناب سرنگ، من به تو اجازه ندادم که بری. من سوال خانم زکی پور نماینده هیئت کارشناسی هستم و طرف اداره راهنمایی رانندگی مأمور شدن اینجا. طبق درخواست جناب علی میخوام این تعامل همکاری به نحو احسن انجام بشه. پس با اجازتون قربان. کجا میرم؟ خودمو بازداشتگاه معرفی کنم. منصور آش کشک خالته، مرغی پا داره دیگه. میخوام تمام انرژی و نیروتو بذاری این پرونده زود ببندی تا بفهمی یه من ماست چقدر کره میده. میده چطوره؟ با این مأمور جدیدی که برام انتخاب کردی؟ عالی. مراقبتی thank you.
اینه؟ بله قربان همینه. من چشم از روش یک ثانیه هم برنشتم. یک ثانیه. یه خانومی نیومد اینجا؟ چرا قربان چرا؟ جناب سلطان زکی‌پور اومده بودن اینجا. اتفاقا ایشون واقعا کارشون خیلی درسته. من فکر کنم یه 30 سالی از صافکاره. یه نفر رفت زیر ماشین اون آقا. همه دنبال یه سنخ توی اتاق ماشین. همه. خیلی کارش بلده. خیلی خوب کارش. خب اومد رفت زیر ماشین آقا. گفت صافکارش خیلی خوب بوده ولی ماسمالی کرد. من بهش گفتم من قبلا صافکار خب بهش گفتم من قبلا صافکار بودم. گفت تو هم یه ماینه بکن. منم یه ماینه کردم. وقتی که ماینه کردم گفتم صافکارش خیلی خوب بوده ها ولی یه ذره عجله داشت. بله بابا ما مواظب این بودیم یه مرخصی چیزی بابا خواهش بابا بیخوابی کشیدیم. لطفا خسته نمیشه. سرگور کریمی هستم. خواهش میکنم جان سبو ببخشید یه کار ضروری داشتم. بهتر نبود یه جای دیگه داری با تلفن تو صحبت میکنم بعد حرکت میکنم. از کردم که من از بچه آگاهی هستم درگیر یه پرونده ای هم که خیلی ذهنم مشغول باشید. خواهش میکنم من اگه بین خودم مشکل داشته باشیم چطوری از من ایراد بگیم؟ بله به همه همکاراتون گفتین که من جریمه کنم. تلفن همراهتون هم خاموش کردین که خدای نکرده کسی نتونه باهاتون تماس بگیره. گزارشتون رو خوندم. من از همکاری تو این پرونده خودم رو کشیدم کنار. در حال حاضر افسر موافق شما منم. بندم نمیپذیرم. میتونم بدونم چرا؟ اولا که این چه طرز برخورد با موافقه. ثانیا من و رئیس اداره در مورد موضوعی داشتیم صحبت میکردیم. این دلیل نمیشه که شما بی اجازه اونجا رو ترک کنید. من پای منتظرتون هستم. پرونده این سو دستش مونده باشه. تو هم که عاشق پرونده های جنایی هستی آگاتا کریستی. داشت میرفت حالت خاصی نداشت. عصبانیتی، ناراحتی، چیزی. رامین هیچ وقت عصبانی نمیشد. اون همیشه آروم بود. هر وقت هم که عصبانی میشد خوش کنترل میکرد. اما اون شب رامین از یه چیزی ناراحت بود ولی به روی خودش نمیورد. خب نفهمیدین از کی، از چی؟ گفتم که بروز نمیدن.
بله خیلی ممنون، باهاتون تماس میگیرم. خب کمک زیادی به ما نمیتونن بکنن، اما اینو ببینید قربان، پس قاتل مختون رو میشناخته. هنوزم به آرامش نرسیم. میتونم محل تصادف رو ببینم؟ موافقم. یه درد معده قدیمی. دارو مصرف کردیم؟ آره اما اومدنی چیزی نخوردم. یه لحظه. اینو بخورید، ته بندی میکنید تا برسیم به وقت ناهار. اجازه میدی من برم؟ اینو ببینید، احتمالاً قاتل مقتولو با این بسته تا سنگین بشه و بعد با ماشین بهش زده. پس قاتل مقتولو اینجا آورده تا با ساختن یه صحنه تصادف ذهن ما رو منحرف کنه. بله، ولی اینجا چند تا سوال پیش میاد. یکی اینکه چرا قاتل با ماشین مقتولو رو کشته؟ دوم که چرا اینجا؟ و سوم اینکه این خط ترمزی که شما اینجا دیدین آثارش روی لاستیک‌های 206 هم بوده. فکر ببینم. شما میگی مقتول با ماشین خودش کشته شده؟ من همه اینا رو تو گزارش خودم گفتم قربان. این درد معده بعضی موقع حواس آدم پرت میکنه. طبق محاسبات من سرعت ماشین بین 120 تا 130 کیلومتر در ساعت بوده. اگه فرض رو بر این بگیریم که لحظه اول ترمز ماشین به مقتول برخورد کرده باشه، نمیتونه 15 تا 20 متر اونو پرتاب کنه. چون ما میدونیم وزن مقتول 70 کیلو بوده. این وزنه سنگینم میشه 50 کیلو، حدوداً با هم میشه 120 کیلو. پس شما
رستتون چیه؟ نکته دیگه، جنازه برخلاف جهت خط ترمز افتاده بود. اون که بله، ولی مقتول چند روز قبل از مرگش گواهینامش پیوست میشه. پس ممکنه سارق که سارق نه، چون اصولا سارق نمیان برگه ترحیم پاره کنن. معمولا اینجور قتل قصاییه که با انگیزه انتقام شکل میگیره، یه نفر رو بستن که نتونه فکر میکنه. رنگ 206 که دادین آزمایش کنه، فردا اول صبح گزارش آزمایشگاه رو میخوام. چشم قربان، توصیه میکنم از غذاهایی استفاده کنید که با معدتون سازگار باشه. اداره آگاهی به امثالی مثل شما احتیاج دارن. با اجازت. ممنون سبم. نه مدل پایین استفاده میشه. شماره و نوع رنگ رو توی اون برگه نوشتم. ما زمان دقیق برداشت این رنگ از روی ماشین اصلی رو محاسبه کردیم. دقیقاً دو روز قبل از اینکه آزمایشگاه بیاریم روی بدنه ماشین اصلی کشیده شده. یعنی دقیقاً روز قبل. اینو دیگه من نمیدونم. تاریخ دقیقش توی اون برگه نوشتم. ممنون از این همه دقت. توصیه میکنم از غذاهایی استفاده کنید که با معدتون سازگار باشه. اداره آگاهی به امثال مثل شما احتیاج دارن. با اجازه. نوکرتم دایی شروع نکن. زندگی جهنمی یه بوی بهش گفتم آخ دلم جوشونده میگفت، میگفتم قلبم گلباب زبون میگفت، از خد شیطون پیاده شد درمونش با من این همه دختر خود. اینم خلافای اون ماشین تا امروز. خیابان بهار شمالی خودشه، مفتوم اونجا چه کار میکرده؟ خب احتمالا توی تهران زندگی میکرده، توی خیابان بهار شمالی هم تصادف کرده. عجب سوالایی میپرسی یا؟ خانم سوالا؟ بله خانم مارپه. ببین یه دانه نگاه کن، میتونی اطلاعاتی از سرگرد کردنی برام بگیری؟ از اداره کن بگیر. خیلی جالبه. ببین فقط اطلاعات سازمانی بهت میتونم بدم. آها خب بیا. بیشتر از دقیقه نشه. خدا کنه واسه این کار توبیخم نکنه. تهران معلولیت داره، قطع پا از سالی تموم شد. آره بیا. میکشه عشق سبته جناب کریم بفرم. اینم اسناد و مدارک داماده. اون روز از قرار معلوم توی بزرگراه در همین رانندگی دچار سردرد میشه،
قرص آرام بخش مصرف میکنه، در حین رانندگی تعادلش رو از دست میده و به همین جهت هم پلیس اون رو جریمه میکنه و مدارکش رو ضبط میکنه. جناب کریم، ما چیزی برای پنهون کردن نداریم. همونطور که از اوضاع احوال زندگیمون دارید میبینید، دامادم به قتل رسیده، دخترم بیوه شده. شما این مطمئن باشید ما برای دستگیری قاتلش هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام بدیم. چرا اون روز، یعنی روز حادثه، با ماشین خودش بیرون بودی؟ به غیر از دامادتون کسی دیگه هم سوار اون ماشین میشده؟ نه. باشه فعلا. نیروی حق تدریس آموزش و پرورش در دهه 50 با حکم یک ساله پیمانی به استخدام این وزارتخانه در میآید. غلام حسن حیدری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت. سلام جناب سرگرد. سلام سرمان، چه خبر؟ من همین الان ماشینمو تحویل گرفتم. ببخشید که کمی تاخیر داشتم، ولی در وضعیت براتون خبری دست اول دارم. من ماشینم یه قطره بنزینم نداره. برای این افراد بر اساس میشه با ماشین شما برید دنبال کارمون؟ بله، شما کجا تشریف دارید؟ خونه. حتما. چشم. باعث زحمت شما هم شده. خواهش میکنم. سفری قرصه من از تو ماشین آوردی؟ نه قربان، قرص ماشین تو همه تو ماشین جا مون. خسته نباشی. خواهش میکنم. بیسکویت تو داشت باید از خواهد. دست شما در من. بیا سفری. مرسی قربان. خب نمیخواین تا موقع رسیدن که ساکت باشین. گفتین خبرهای دست اول دارین. بله قربان. مقتول روز حادثه یک تصادف دیگه هم داشته در خیابان بهار شمالی. چی؟ من به همکارم گفتم که افسر مربوط به اون تصادف رو شناسایی کنه و به من اطلاع بده. با اجازتون. سلام محمودی. ببین من پیگیری کردم. روز حادثه یه معمولی بوده که یه اطلاعاتی داره که میتونه به دردت بخوره. میتونی هماهنگ کنیم بریم محل خدمتش؟ باهاش هماهنگ کردم. قرار بیاد محل تصادف. ممنونم. خداحافظ. مأمور مورد نظر رو شناسایی کردن، داره میاد محل تصادف. قربان. بریم. قربان، تا جایی که یادمه اون روز جلوی چشم من یه پراید و یه 206 تصادف بود. قیافه راننده پراید یادته؟ من قربان روزی 2000 تا از این آدما میبینم. این بابال چی؟ یادت میاد؟ یادت کنم راننده 206. شما اگر بتونی راننده پراید رو برای ما شناسایی کنید کمک خیلی زیادی به ما میکنید. یه پراید مشکی رنگ بود، مدل 79. یه جوان مؤدبم راننده‌اش بود. خب چیز بیشتری نمیدونم، اما یه چیزی هست شاید برای شما هم جالب باشه. با اینی که راننده پراید مقصر نبود، اصرار زیادی داشت که بگه مقصر منم. بخاطر اینکه راننده پراید یه دفعه زد رو ترمز، راننده 206 هم چون فاصله قانونی رو رعایت نکرده بود با پشت پراید برخورد کرد.
راننده 206 مقصر 100%. بعدم راننده پراد میخواست که راننده 206 رو با خودش ببره. شما از صحنه تصادف کروکی کشیدی؟ بله، اما الان توی بایگانیه. راننده 206 باش رفت؟ تا موقعی که من بودم اصرار زیادی داشت که باش رفتم. سوابق تصادف که بایگانی میشه، درسته؟ بله، سوابق ماشین مقصر حتما ثبت میشه. پس منظر چی هستی؟ یه تماس بگیریم. بله، چشم. الو، سلام خانم محمودی، یه کاری میخوام برام بکنی. ببینم، با هرکولی؟ چی؟ هرکول پوارو. دیگه داری شروعشو در میاری. توی سوابق تصادفات 206 یه پراید مشکی هست، شمارهشو برام بگیر، از شماره گذاری حتما آدرس و مالکشو برام پیدا کن. تو حالت خوبه؟ صدفاً محبوبی، لطفاً کاری که بهت محول شده انجام بده. خدافظ. بفرد. اون روز که تصادف کردین به نظرتون نیومد که طرف مشکلی چیزی داشته باشه؟ مشکل که یه ذره تو فکر بود، یه کمی هم عصبی به نظر میرسید. دیگه من دیدم مقصر خودمم، اونم داره حالش خراب میشه، گفتم یه کمکی بهش کرده باشم. تو این دور زمانه آدمی مثل شما خیلی کم پیدا میشه، به نظر میاد شما خیلی مقیدی. ای بابا، حالا من معتقدم که هر کی هر خطایی میکنه باید تاوان خطاشو بده، تو همین دنیا، نباید بذاره واسه اون طرف. این حرفا حرفای پدر خدا بیامرزشی که تو گوشش مونده. شما بشین مادر جون، من میرم. مادری سر کاره؟ نه، عمرشون رو دادن به شما. لکه عروسی کنم. هسته دیگه ماده. ببخشید، مثل این که ناراحتتون کرد. نه، همسرم موقع به دنیا آوردن این بچه از دنیا رفته، نمیخوام برام یاد آوردنش. حق با شماست. بالاخره هرکی تو زندگیش یه غمی داره دیگه. دستگاه شما رو اذیت نمی کنه؟ نه قربان، عادت داره. شما نظرتون رو نگفتیم. به نظرم باید خیلی جدی پیدرمونتون باشه. خوردن فست فود و پیتزا رو قدغن کنید. کباب بخورید، آب پز. کامران رو میگم. تو چشاش غم دیدم، اما نباید باطل باشه. من هنوز کارآموزم قربان. میخوام یه اقراری بکنم و برای اولین بار به جرأت یه چیزی رو بهتون بگم. امیدوارم جنبش رو داشته باشه. میخواستم بگم تیزگوشی و جسارت شما قابل تقدیره و اقرار کنم که روز اول در مورد شما اشتباه فکر کردم. موفق باشید.
از اداره راهنمایی هستم. ممنون هستم که با شما هستم. من با زن جماعت نمیتونم کنم. خواستم یه چیزی بگم و برای اولین بار اقرار کنم. به نظرم باید خیلی جدی پیدا میدونی تو باشی. اداره آگاهی به افسانه مثل شما احتیاج دارم. با اجازه بگم. ایشون خیلی کارشون درسته. خیلی کارشون درسته. فکر کنم یه 30 سالی هستم. خط ترمزی که شما اینجا دیدین آثارش روی لاستیک های 96 هم بوده. اگه فرض رو بر این بگیریم که لحظه اول ترمز ماشین به مخفی برخورد کرده باشه، نمیتونه 15 تا 20 متر اینجا ته اتوبانه و سرعت زیاد نیست. این جوون نمیتونسته اینجا تصادفی به این شدت داشته باشه. ممکنه سارق که سارق نه، چون اصولا سارقی نمیاد برگه ترهیم پاره کنه. یعنی باش دشمنی کرده؟ ماشین بهش زده. با اینی که راننده پراید مقصر نبود، اصرار زیادی داشت که بگه مقصر من. مقتول چند روز قبل از مرگش گواهینامش پیوست میشه. دور تا دورشو تلاش دادم. ممکنه چند روزی اذیتتون کنه. اما باید تحمل. سلام خانم. گوش کنید. بررسی کنیم، فکر میکنم دوربیناتون از مقتول عکس گرفته میشه. من میرم همون بزرگا، شما هم بیا اونجا. در ضمن بررسی کن ببین توی یک ماه گذشته چند تا تصادف داشتیم که منجر به فوت شده راننده‌اش فرار کرده. ممنون. بله خیلی ممنون. متشکرم. حالا من معتقدم که هر که هر خطایی میکنه باید تاوان خطاشو بده. تو همین دنیا نباید بذاره واسه اون طرف. چیز بیشتری نمیدونم، اما یه چیزی هست شاید برای شما هم جالب باشه. به خاطر که راننده پراید یه دفعه زد تو ترمز، بعدم راننده پراید میخواست که راننده 206 رو با خودش ببره. شما درست بود قربان. دوربینای کنترل سرعت از ماشین 206 در ساعت 2:30 بامداد عکس گرفتن. اینجا باید یه اتفاقی افتاده باشه که مجبور شده ترمزی با این شدت بزنه. بله ولی مفتول اون شب در منزل خودشون بودن. شاید. شایدم نه. طبق گزارشی که به ما دادن در اون شب 2 تا تصادف منجر به مرگ داشتیم که راننده های ماشین متواری شدن. 2 مورد؟ بین ساعت 2 تا 3 بام. پس بریم، باید حرفای زیادی برای گفتن داشته باشم.
سر پاتون پیش اومده قربان؟ کدوم؟ اون که هست یا اون که نیست؟ متوجه منظورتون نمیشه. من تو چند سال پیش فوتبال بازی میکردم. آفک راست میگم. موقع حمله نوک میزدم، موقع دفاع عقب. تا اینکه پام شکست و مصدوم شدم. مجبور شدم با فوتبال خدافظی کنم. از اون به بعد کارم از صبح تا شب شده بود ناشکری. یه چند وقت بعد نامزد کردم. یه چند ماهی از نامزدی نگذشته بود که توی تعقیب و گریز که دنبال یه سارق بودیم کنترل ماشین از دستم در رفت و چند تا ملخ خوردیم. وقتی به هوش اومدم دیدم پای چپم که سالم بود و بریدن. اون موقع تازه فهمیدم پای راستم واسم چه نعمتی. نامزدتون چه شد؟ ببخش سال بیماردی بود. نه، یه دو ماهی از قطع کردن پام نگذشته بود که رسما خدافزی کرد و رفت. بعضی از خانم ها اینجوری هست که شما دارین بی انصافی میکنید قربان. مگه غیر از اینه؟ هرچی خوبه برمیداریم واسه خودتون. مثلا اسما، خورشید خانوم، مهتاب خانوم، گل خانوم. حالا نوبت ما که میشه آقا خرسه، آقا گرگه، لولوه. ولی همه خانوم ها اینجوری نیستن بابا. مشکل شما اینه که اطرافتون رو خوب نگاه نکردین. خانوم های زیادی هستن که ظاهر مرد براشون مهم نیست. اصل مرد بودن اینه که زیر بار مشکلات آدم کمرش خم نشه. من خودم تجربه این قضیه رو دارم. پدرم وقتی از جنگ اومده بود یه فلج 100% بود، فقط چشماش بود که نگاه میکرد. ولی مادر من از عشقش و حمایتش کم نشد. اگر یکی شما رو تنها گذاشت این به این معنی نیست که. الو الو سلام، چی شد دوستمی؟ پس پرونده تو شعبه شماست، کامران صمیمی. نه لازم نیست، قربونت. خدا کامران صمیمی؟ مخصوص ساعت 2:30 با همسر کامران صمیمی که باردار بوده تصادف کرده و از محل متواری شد. پس کامران انگیزه کافی برای انتقام داشته. اکیپ به محل اعزام شده. زود سوارشیم بریم. نه ماه بود معنی زندگی رو فهمیده بودیم. هنوز دنیا نیومده بود، اسمم براش انتخاب کرده بودیم که بعد یه نامرد از خدا بیخبر بیاد جلو چشت بزنه زنت توی که پاره کنه بوده. سرگرم زنم همه چیز زندگی بود. خدا دیگه نمیخوام بدون اون زنده باشم. اون شب تو بزرگ را چه اتفاقی افتاد؟ طاهره سیاتیک داشت،
بعد این حاملگیش هم باعث میشد این درد سیاتیکش بیشتر شه. کامران جان نمیخواد، بذار برای فردا صبح، اتوبان خطرناکه. بابا بی خود تا این موقع شب موندیم تو مهمونی که چی بشه آدم نگیر، بذار فردا. پس موازه به خودت باش، بچه بابا میخواد. ای بابا به قربونه این بچه بره. اومدم. کامران، کامران کتت. خدایی نزاشه؟ خدایی بدون نسخونه. آه نسخونه خیلی بدون. چقدر شو قربان؟ ببخش من کیف پولمو فراموش کردم تو ماشین، الان میام خدمت. چه کنم؟ میبرید یا برگرد؟ اگه ممکنه باشه من ماشینم اون بره اتوبانه، میام خدمت الان، ببخشید. راننده خاطی رو بکشی. حق نداشتم بابا، اون زنم همه زندگی ملت رو پار کرد و رفت، میگی حق نداشتم. پس ما اینجا چی کاره ایم؟ من قانون خدا رو اجرا کردم، اون گفت این کاره کردم، قصاص. قصاص؟ بله قصاص. اون زن منو تو اتوبان کشت و فرار کرد، منم تو همون اتوبان کشتمش رفتم، چشم در برابر چشم. چرا لوش ندادی؟ تو کی شماره ماشینش رو داشتی؟ لوش بدم که چی؟ که فردا دادگاه تشکیل بدم بگم زن نواد میومده تو اتوبان مقصر خودشه، که فردا بیمه یه پولی بدار جلو دهن منو بگیره که چی؟ بس تکلیف زندگی از هم ریخته من چی میشه؟ پس جایی جاری میشه که عمدی در کار باشه. بابا عمد بود، به خدا دید، زد لتو پارش کرد، دید عمدن فرار کرد. هر کسی توی این دنیا هر کاری بکنه با تاوانشو بده. قبلا یه بار دیگه این جمله تو شنیده بودی و اتفاقا همین جمله تو رو پیش من لو داد. اون خانواده من عزادار کرد، من هم خانواده من. اگه نامردی نمی کرد، اگه مامل ساد کمکم می داد می رسونده می شود، یه بار رسم اینجوری نمی شود. خود زن من از اون ضربه نمورد. هزار بدبختی سنگین بود، تمام زورم رو زدم، دست و پامو گم کرده بودم، نمیرستم چه خاکی تو سرم کشونم شو ماشین، مثلا میلرزی با هزار بدبختی بردمش بیمارستان. بابا زنم پاره تنم خونی رو مالی تو دستم جون داد. بابا اون بچه من یتیم کرد، میفهمی؟ یعنی بچه تو تنها تر شده. چرا بستیش به اون وزنه سنگین؟ تکون نمیتونست بخوره. وزنه سنگین رو بستم به پاش که بفهمه وقت دادم سنگینه نمیتونه دره. چی داری میگی؟ بابا اگه زن من سنگین نبود، اگه باردار نبود، اگه میتونست فرار کنه که اینجوری نمیشد. چطوری پیداش کردی؟
زیر زمینم میرفت پیداش میکردم. من کارمنده داریم، شما رو ماشینش رو دادم به یکی دو تایی نفت. آدرس شما تلفن شما رو پیدا کرد. رفتم گشتم تو بار شهر، فهمیدم از این بچه پولداران که یه گوشی موبایل میگیرن دستشون، صبح تا شب اتوبان مال پایین میکنن، فکر میکنن اتوبان مال باباشونه. رفتم یه صحنه ساختگی باش درست کردم، باش تصادف کردم، بعدم بردمش خونه. دیگه رنگ آسمونه ندید، بردمش تو همون اتوبانی که زنم رو تیکه پاره کرده بود با ماشین خودش. التماس میکرد به جانه تو، التماس میکرد بهش رحم نکردم اصلا، اصلا باید چی باید بهش رحم کردم. هی از تو با میزد، هی میخواست تکون بخوره، نیمون تو میزد سنگه بود، خب نمیتونست تکون بخوره. بسته بودمش به اون وزیله سنگی، نمیتونست تکون بخوره. رفتم اون وقت گازشو گرفتم، اینه خودشو میشینم جو پشت فرمون، گازاتو تخته میگیرن، اومدم زدم بهش. دلم آروم شد، اگه این کار نمی کردم می ترکیدم، باز راحت شدم. ای خدا الان برام خیلی خوبه، برای یه در سرم درد کنه، برای یه در سرم درد کنه، مهم نیستم الان خوشم. شادم به جانتا. توی بیمار روانی هستی. میدونم کارهای جنایی برای خانم همیشه سخت. ببخشید قربان، هر چی سعی کردم نتونستم باشم دردی نکنم. میفهم، منم جاش بودم. به هر حال اون حق نداشت که انتقام بگیره. بله باشید بریم. کجا؟ به کمکتون احتیاج دارم. Thank you.
قاتل داماد شما دستگیر شده و در حال حاضر توی بازداشتگاه. فقط یه سوال، بین ساعت 2 تا 3 اون شب مرحوم مسعودی خونه بودن؟ اتفاقا اون شب شب سالگرد نامزدی رامین شراره بود، همه تو خونه دور هم بودیم. پس شما مطمئنین که اون شب مرحوم مسعودی خونه بودن؟ این عکس در ساعت 2:30 بامداد از ماشین مقتول در بزرگراه با سرعت 130 کیلومتر گرفته شد و ما میخوایم بدونیم چه کسی به اون ماشین اون شب همسر قاتل زده و این اتفاقات رو باعث شد. چه فرقی میکنه اگه بدونید رامین زنده میشه؟ نه، ولی داماد شما به جای یکی دیگه کشته شده، این شما رو آزار نمیده؟ آقای صالحی، عدم همکاری شما عواقب بدی رو براتون در پیش خواهد داشت. راننده اون اتومبیل کی بوده؟ شما نگران چیزی هستی؟ نه، مشکل نداره. من فکر میکنم بی خودی داریم مسئله رو کشش میدیم. تو ساکت باش دختر. چرا ساکت باشم؟ بابا شما خودتون میدونه اون شب سهراب نباید ماشین رامینو میگفت. رامینم برای همین به هم ریخته بود. شما میدونستین اما سکوت کردین. پس حدس ما درست بود. ما یک نفر از دست دادیم. جناب کریمی، نمیخوام برای کسی دیگه مشکل پیش بیاد. حتی اگه یه نفر بیگناه کشته شده باشه؟ پسرتون کجاست؟ کجا داره میره؟ نمیدونم. با من که به جز شما کسی رو ندارم. دختر بچه نیستی؟ بچمه. پاره تنمه. میفهمی یا نه؟ با تو رو خدا نذارین اوضاع از اینی که از خراب در بشه. همسرمو میگم بچه هم داشت میبرد. آخه من عاشق بچه هم هم بچه رو کجا میبری؟ بی خود بچه منم هست. آره خیلی، اگه تو دوستش داری من عاشقشم. مجبور شدم ماشین رامینو قرض کنم، میخواستم جلوشونو بگیرم، اونم ماشینو به هم داد، سویچش رو یواشکی آورد، نمیخواست بابام بفهمه، اما او فهمید وقتی که من رفته بودم. از تصادف اون شب چه اتفاقی افتاد؟ عجله داشتم، هرچی بهش التماس میکردم که وایسته تا با هم حرف بزنیم،
گوش نمی کرد. فقط یه ربع ساعت وقت داشته. کجا داری میری بابا؟ بچه رو کجا میبری؟ بی خود بچه منم هست. آره خیلی اگه تو دوستش داری من عاشقشم. باید حرف بزنم لازم نکرده بدی باید دوید میگم کارت دارم میخوام باید حرف بزنم صافکار ردیفش کرد اما اون خیلی تیز بود فهمید گفت باید بری خودتو معرفی کنی خیلی ترسیده بودم چیزی نداشتم از دست بدم زنم رفته بود بچه‌مو برده بود یه نفر رو کشته بودم یه چند روزی از دستش قایم شدم اما اومد سراغم اومد پیدام کرد با اینکه قول داده بودن نمیخواست پشت ماشین بشینه سویچ رو ازم گرفت گفت داده میره منو لو بده اما اون شب رفته دیگه نایمد اون شب کشته شد منم دیگه چیزی نگفتم هیچ میدونی تو باعث مرگ رامین شدی؟ فکر نمی کردم طرف اینقدر دیوونه است هنوز مونده تا دیوونه بشه سرکار ببرش بازش کن راضی به زحمتتون نبودم قربان برای من تجربه خیلی خوبی بود ولی از نتیجه کار و از اینکه کامران بعد از شنیدن اشتباهش دیوونه شد خیلی ناراحت شد باید حواسش رو جمع میکرد اون بی خود و بی جهت بدون اطلاع کافی از عامل اصلی جنایت دست به قتل زده اینه که بگم ولی به نظر من مقصر اصلی سهرابه اگه اون تو بزرگ را با اون سرعت نمیرفت و با موبایلش حرف نمیزد الان همسر کامران زنده بود رامین زنده بود بعدش هم این سه خانواده اینجور متلاشی نمیشد خیلی بهتون زحمت دادیم قربان من تو این پرونده دیگه موافق شما نیستم خداحافظ فقط یه سوال شما که مجردین چرا انگشت از دستتون میکنه خب ایشون دوست ندارن ازدواج کنن من چند روزه که دیگه انگشت در دستم نگیرم خداحافظ Thank you.
دارن. خدا به خیلی کنه شما دارم. یه لحظه پیشی که لحظه پیشی کار کنم. الو، هنوزم پایه‌ای واسه من بریم خواستگاری؟ خواستگاری؟ خوابنما شده این موقع شب؟ بالاخره جوونیه دیگه. ببین منصور، من دیگه پشت دستمو داغ گذاشتم که دیگه واسه تو قدم از قدم بردارم. مگه زن گرفتن علکیه پسر؟ آره بابا غلط کردم. با غلط کردم هیچ کاری درست نمیشه پسر. من بیاد نیستم. میخوای سعی کنی اخم کنی؟ چقدر دنبال تو گشتم.